همین حالا می توانید سابسکرایب کنید و از ویدیوهای جدید ما با خبر شوید. پلیس مبارزه با تروریسم وزارت داخله حاجی دلاور یکی از اعضای ستون پنجم را با موتر زرهی و آیلکس تعقیبیش در کابل بازداشت کرد. حاجی دلاور کیست و چه رابطه با فضل هادی مسلمیار رئیس مجلس سنای افغانستان دارد؟ در ادامه با ما باشید و لطفاً فراموش نکنید که کانال گزارشگر را لایک و سابسکرایب کنید. نشل دیر شکار نام زمون تجارت روان ده پلا د وخت د نکاح د ترونه د وخت تجارت روان د خپل تجارت کو. وزارت داخله می گوید که حاجی دلاور یکی از حمایت کنندگان گروه های تروریستی بوده است. هنگام بازداشت از نزد او 700 هزار کلدار پاکستانی، سلاح های غیر قانونی، اسناد و نمبر پلیت های جعلی به دست آمده است. حاجی دلاور د تروریستی شبکو لوی حامی تیره ورځ د کابل ښار د 12مې حوزې مربوطاتو کې د کورنیو چارو وزارت د تروریزم سره د مبارزې موظفینو لخوا ونیول شه. هغه تروریستانو ته او تروریستی شبکو ته له پاکستان څخه منفجره توکي او نغدې پیسې رانتقالولې. همدارنګه هغه له یوې سیمې بلې سیمې ته انتحاریان هم انتقالول چې تیره ورځ له پوره شواهدو او اسنادو سره یو ځای ونیول شه. حاجی دلاور یکی از نزدیکان فضل هادی مسلمیار و مشاور او است. سال قبل نیروهای امنیتی در شهر جلال آباد موتر لند کروزر او را در یکی از چک پوینت ها استارت می کند و فیلم سیاه شیشه های موتر آن را پاک می کند. فردای همان روز بالای همان سربازی که شیشه های موتر حاجی دلاور را پاک کرده بود انفجار می شود که متاسفانه این سرباز دلیر شهید و چند تن دیگر نیز شهید و زخمی می شوند. به اساس اطلاعات موثق وزارت داخله این انفجار را خود حاجی دلاور سازماندهی کرده بود. به تصاویر نگاه کنید. واسطه ای که تصویر آن مکمل معلوم می شود دیروز با خود دلاور دستگیر شد و دو تصویر دیگر از واسطه آن از سال پار است و در تصویری که سرباز معلوم می شود همان شخصی است که شیشه های واسطه دلاور را یک روز قبل پاک کرده بود و روز دوم آن را مورد هدف قرار داد و آن را شهید کرد. وزارت داخله می گوید که این یک بود از جنایت حاجی دلاور بود که جزئیات بیشتر درباره این فرد بعداً نشر می شود. دستگیری حاجی دلاور تردیدها در مورد همدستی مسلمیار با گروه های تروریستی به خصوص داعش را بیشتر کرده و می تواند سرنخهای حامیان اصلی تروریست ها را افشا کند. پیش از این مسلمیار بارها متهم شده است که افراد انتحاری را در موترش انتقال داده است. سال قبل نیز او 5 فرد مشکوک را که محافظان پارلمان دستگیر کرده بود رها کرد. حضرت علی نماینده ننگرهار در آن زمان گفته بود که این 5 تن به دستور مسلمیار قرار بود وارد پارلمان شوند و از سلاح های جابجا شده در پارلمان استفاده کرده و همه را برگبار ببندند. اکنون گفته های وجود دارد که مسلمیار در تلاش رهایی حاجی دلاور است. ممنون از اینکه ویدیو رو دنبال کردید. لطفاً نظرات و پیشنهادات خود را برای ما کامنت بگذارید. همین حالا می توانید سابسکرایب کنید و از ویدیوهای جدید ما با خبر شوید.